من فقط طعم خبرها رو خونده بودم. از نوع سیستم پروپاگاندا، این هماهنگی که صرف آقا فضلی شده بود، ندا آقا فضلی شده بود، کنجکاو شدم. بعد ریتم خبرها رو که دیدم فهمیدم که پروپاگاندا است. بعد این کن وایس رو دادم، یکی از بستگانش وایس ندا آقا فضلی رو بعد از آزادی برام فرستاد و این وایس رو من واسه شما میذارم. ندا آقا فضلی داره به دوستش تلفنی میگه که منو که گرفتن ازم اظهار پشیمانی نگرفتن. ما بچه های ما رو وقتی میگیرن خیلی ممکنه پسر دختر ازشون اظهار پشیمانی نگیرن. وقتی از این اظهار پشیمانی نمیگیرن، یعنی اینکه اون کسی که قرار اظهار بگه یا بستگانشه یا اونجا پارتی داره یا اصلا جرمی نداره، چنین کسی که آزادش میکنن محالی که حتی انگوش به زده باشن، چه برسه به تجاوز. بعد کسی رو که از زندان آزاد میکنن به خاطر اینکه تجاوز بهش شده دو روز بعدش خودکشی میکنه، بعد از آزادی اینجوری حرف میزنه؟ اون پرورم زده بود که مدتم اظهار پشیمونی نگم و من اینطور بودم یه دقیقا و تا لحظه آخره من اصلا اظهار پشیمونی نکردم. اون پرورم زده بود که مدتم اظهار پشیمونی نگم و من اینطور بودم یه دقیقا.